کاهش خطاها. ما زمانی که میخواییم ماکرو نویسی رو انجام بدیم، حتی اگه چندین ماکرو نوشته باشیم، ممکنه حالا به خاطر بیدقتیمون، به خاطر نذاشتن یه سری علائمی که واسه اکسل توی دستورا مهم هست، با مشکل بر بخوریم و با ارورهای مختلف اکسل روبرو بشیم. حالا توی این فیلم آموزشی میخواییم هم با انواع خطاها آشنا بشیم، هم برای کاهش خطاها یه راهکار بگیم. به طور کلی تو محیط اکسل ما سه نوع خطا داریم. خطای نوع اول خطای سینتکس ارور هست، خطای نوع دوم کمپایل ارور هست، و خطای نوع سوم ران تایم ارور هست. که حالا هر کدوم از این انواع خطاها یه سری ویژگی ها دارن، یه سری مشخصات ظاهری دارن و هر کدومشون برای از بین بردنشون به یه سری از بخشای کد توجه کرد، که حالا انشالله در فیلم های آینده به طور کامل هر کدوم رو توضیح خواهیم داد. من به محیط ویژوال بیسیک میرم. در اینجا من یه کد دارم، یه ماکرویی که از قبل نوشته شده، ساب کپی، که حالا قراره یه سری کار رو برای من انجام بده. هرچی ماکروی من مرتب تر باشه و بخش های مختلفش از هم جدا باشه، من راحت تر میتونم ارور هامو تعقیب کنم و پی ببرم که حالا مشکلی که دارم، اروری که دارم از کجاست. گفتم هر اروری که ما باش برخورد میکنیم یه نشونه ظاهری داره، مثلا رنگ فونت کد من عوض میشه یا اون خط کدی که توش ارور داریم رو هایلایت میکنه. اما به طور کلی اگر من بیام کد خودم رو به بخش های کوچیکتر تقسیم کنم، خیلی راحت تر میتونم مشکلاتم رو تعقیب کنم. برای مثال در اینجا کد من از سه قسمت تشکیل شده. بخش اول قراره یه عبارتی رو کپی پیست کنه، بخش دوم قراره یه بخشی از صفحه گسترده من رو پاک کنه، و در بخش سوم قراره یه تغییری توی فرمت سلول های من بده. موقعی که ماکروی من یه ماکروی 6-7 خطی هست، من شاید خیلی راحت بتونم بخش های مختلفش رو تفکیک کنم، شاید خیلی راحت بتونم که هر اروری که پیش میاد به اون بخشی که مربوط به اون هست برم. اما شما تصور کنید من یه ماکروی دارم که توش چندین حلقه استفاده کردم، شاید ماکروی من حداقل مثلا 30-40 خط باشه، و اینکه بخوام دنبال یه ماکرو خاص بگردم توش شاید سخت باشه، یا من اگه بخوام ماکروم رو در اختیار کاربر دیگه ای بذارم شاید براش سخت باشه که بخواد بفهمه که من تو هر خط از کدم چیکار کردم و چه منظوری داشتم. برای همین ما میایم از کامنت ها استفاده میکنیم. من اینجا سه بخشی که مشخص کردم رو با یه اینتر از هم جدا میکنم. و ابتدای هر بخش میام از کامنت استفاده میکنم. برای گذاشتن کامنت گفتیم از علامت آپاستروف استفاده میکنیم، یا آپاستروف میذارم. و حالا توضیحی که میخوام در مورد این بخش از ماکروم بنویسم رو اونجا قرار میدم. مثلا من وقتی اینتر رو میزنم میبینیم که رنگ کامنت من سبز رنگ میشه، رنگش با بخش های دیگه کد من فرق داره. حالا برای تعویض رنگش من میتونم اینجا روی نوار منو روی تولز کلیک کنم و آپشن رو انتخاب کنم. در اینجا ادیتور فرمت میتونم برای کامنت هام رنگش رو تغییر بدم. مثلا رنگ کامنت هام رو آبی کنم، اوکی کلیک میکنم، میبینیم که رنگش اینجا تغییر کرد. حالا رنگش رو همون به صورت دیفالت اکسل برمیگردونم و همون سبزی که بود قرارش میدم. بخش دوم کدم رو مجددا از آپاستروف استفاده میکنم و کامنت مورد نظرم رو می نویسم. و برای بخش سومم کامنت آخر رو قرار میدم. با این کار هر بخش از ماکروی ما از بخش‌های دیگه متمایز میشه. گفتیم سه نوع ارور داریم ما. یه بخشی از این ارورها وقتی به وجود میان اکسل از ما خطا میگیره، ماکرو رو به طور کامل نمیذاره رانشه.
اما یه سری از این ارورها هستن که موقع به وجود اومدنشون ماکرو ران میشه، ولی فقط اون خطی که ارور توی اون وجود داره ران نمیشه. و اگه ما بیایم مثلا از کامنت استفاده کنیم، میتونیم خیلی راحت پیگیری کنیم که بخشی که اجرا نشده مربوط به کدوم قسمت از ماکرو ما هست و اون رو پیدا کنیم. کار دیگه که میشه انجام داد استفاده از تب اینتر و اسپیس هست. توی بخش اول ماکروی من ما دو خط کد داریم. خط اولش قراره یه مقداری رو کپی کنه و خط دوم قراره همون مقدار رو جای دیگه پیست کنه. تمام این نکاتی که من الان میگم به صورت اختیاری هستش، یعنی شخص میتونه اونا رو انجام بده و اگه انجام بده ماکروش مرتبتر و منظمتر میشه، و اگر بخواد به کاربر دیگه ای اونو بده یا خودش بعد از چند وقت بیاد اونو نگاه کنه خیلی راحت تر میتونه بفهمه که چی کار کرده تو کدوم بخش از کدش. اما اگر اجرا نشه هم هیچ اتفاق خاصی نمیفته و ماکرومون ران میشه. مثلا اینجا من میتونم خط دومم رو اولش یه تب بزنم تا یه مقدار فضای خالی پشتش ایجاد بشه. این کار رو میتونیم برای دستورات فرعیمون انجام بدیم، یا حتی ممکنه دستور من دو بخش داشته باشه، بخش اول کپی کردن و بخش دوم پیست کردن. من میتونم یه اینتر بزنم که این قسمت از دستور من جدا بشه. حالا من با تب یه بار اجرا میکنم ببینیم که مشکلی برای ما پیش نمیاد. حالا اینجا اروری که میده مربوط به صفحه گسترده اکسل من هست. من اینجا توی سلول E5 یه مقداری رو قرار میدم این خط از کدم رو هم به صورت کامنت در میارم. ایرادی که داره از من میگیره به خاطر این عبارت end هست و عبارت endی که اینجا بود که حالا من رفعش کردم. بعدن به نحوه دیباگ کردن ماکروها هم میپردازیم. الان فکر میکنم دیگه مشکلی نباشه. اینو رانش میکنم میبینیم که کد من اجرا شد. اینجا اومد و فرمت این سلول رو تغییر داد. محیط ماکرو نویسی برمیگردم. پس دیدیم که فاصله ها هیچ تأثیری توی کد من نداره. من اینجا هر تعداد اینتر یا تب بزنم و ماکروم رو ران کنم میبینیم که هیچ تغییری ایجاد نمیشه و هیچ اروری به من نمیده. فقط و فقط به مرتب تر شدن ماکروی من کمک میکنه. پس با استفاده از اینتر، با استفاده از تب، با استفاده از اسپیس و کامنت هایی که داریم و حالا ابزارهای دیگه‌ای که در اختیارمون هست، ما میتونیم کاری کنیم که در صورتی که این ارورها به وجود اومدن خیلی راحت تر بتونیم اونا رو پیدا کنیم و برطرفشون کنیم.